سلام و درود خدمت شما دوستان، علی صافی هستم از کانال ونکوور فاینانشال نتورک با تحلیل امروز بازار 14 جولای 2021. خب بریم به سراغ شاخص S&P. S&P امروز 5 واحد تونست رشد بکنه، 4374، هرچند که در اواسط روز خیلی وضعیت بهتری داشت، ولی خب این کندل دوجی نشان دهنده این هستش که مارکت مخصوصا توی نیم ساعت آخر به یک بار فشار فروش زیاد شد، یعنی یه چیز نزدیک 63 میلیون حجم معامله شد که تا نیم ساعت آخر 50 و اگر اشتباه نکنم 3 میلیون بود و توی فقط نیم ساعت آخر 10 میلیون سهم معامله شد و فروخته شد و فشار رو آورد روی شاخص، هرچند که شاخص در نهایت بسته شدنش مثبت بود، 5 واحد مثبت بسته شد، همچنان ترند صعودیه ولی حجم پایینه و هفته آپشن اکسپایری هستش، هفته دیگه هم و این هفته هم ارنینگ ها شروع شده، هفته دیگه بیگ کپ ها ارنینگ دارن، برای همین والتیلیتی مارکت زیاد هستش، طبیعی هم هست، اما به صورت کلی فعلا مشکل خاصی در درون چارت وجود نداره و ما میتونیم بگیم که فعلا چارت اوکی هستش. داو جونز اینداستریال امروز 44 واحد مثبت بود، داو جونز 34933 بسته شد. به نظر من داو جونز داره شروع میکنه این کانسالیدیت رو انجام دادن، همونجور که عرض کردم خدمتتون، برای یک حرکت سودی بعدی و فعلا داو جونز به نظر من پول داره میره توی سهام های دیفنسیو همونجور که مشخص بود و این سهام ها سهام های مثل لاکید مارتین، سهام های مثل کوکاکولا، سهام های مثل پپسیکو یا همون پپسی، سهام های مثل ارزم به خدمتون FLT، اینا همه کانسومر استیبل هستن که پول داره میره توی این سهام ها و کلوراکس که ما مثلا اون رو خریدیم و به نظر من یکی از سهام‌های خیلی خوب هستش، حالا نمودارش رو نشون میدم امروز، میتونید ببینید که چرا اصلا ما این سهام رو خریدیم و به چه علت ما احساس میکنیم که اینها رشدای خیلی خیلی خوبی میتونن داشته باشن تو وضعیتی که حتی اگر مارکت پایین هم بیاد اینها میتونن رشدای خیلی خوبی داشته باشن. اما امروز بدترین شاخص بدون شک راسل 2000 بود. راسل 2000 فعلا شرایط اصلا خوبی نداره و شاید هم یک نگران کننده داره میشه برای وضعیت راسل 2000. اگر اینجا یک ترند لاین خیلی کوچیک ما بخوایم بکشیم، در حقیقت این همین ترند لاینی هستش که ما میتونیم رسم بکنیم برای راسل 2000، فعلا موقتی، ترند لاین زیاد جالبی نیست، ولی این میتونه باشه که فعلا یک بار حمایت شده، دو بار حمایت شده، سه بار حمایت شده و بار چهارم به نظر من برخورد میکنه به این ترند لاین و روی ترند لاین اصلی هستش که من اینجا کشیدم، یعنی اگر یک ذره عقب تر بیایم میبینید که این ترند لاین اصلی که آبی رنگ هستش از کجا من کشیدم و از کف مارچ لو پارسال یک بار، دو بار و الان میشه گفت بار سوم هستش که میخواد برخورد بکنه در حدود محدوده، اجازه بدید من اینو بیارم، در حدود محدوده 2178 2180، اینجا محدوده ای هستش که به نظر من راسل 2000 میتونه یک اپورتونیتی خیلی خوب باشه برای گرفتن بای سیگنال. فعلا پول داره از راسل میاد بیرون و داره خودش رو نشون میده. اما شاخص نزدک شاخص بعدی هستش، نزدک امروز قوی بود، 25 واحد رشد داشت، هرچند که در نهایت 14900 بسته شد، اما نزدک خیلی در اوایل روز بهتر بود و علتش هم فروش یک سری سهام ها بودش که حالا خدمتتون عرض میکنم، مثلا امروز فیسبوک منفی بسته شد. در داخل نزدک امروز اپل بریک اوت کرد، نیو آل تایم های 150 دلار رو هم زد حتی اپل و 149.57 معذرت ما 149.57 سنت، 150 دلار رو نزد ولی یک سنسیشنال موو داشته. الان از ماه جون تا به الان اپل یه چیز نزدیک 20% حدودا 25% رشد داشته که یک حرکت خیلی خوبه، برای همین الان خیلی محسوس هست به یک پول بک. آمازون امروز 0.12% مثبت بود، 4 واحد تنها افزایش داشت. فعلا آمازون خودش رو این بالا نگه داشت، آمازون هم خیلی حرکت خوبی داشته از حدود 10 جون به این ور. فیسبوک امروز منفی بود و فیسبوک کندل قرمز خیلی شارپی رو زد، 4 واحد بودن افت داشت، 1.27% رشد افت کرد فیسبوک، همچنان بالای مووینگ 20 هستش و همچنان خودش رو نگه داشته اما افتش محسوس بود. امروز گوگل امروز 17 واحد رشد داشت، هرچند که یک نامینال های رو زد و
این شادو رو زد رو به پایین برگشت. فعلا ترندش مثبت کاری نداریم. نتفلیکس امروز ما خیلی خوب گین گرفتیم از نتفلیکس و شاید دوباره مجددا اضافه کنیم نتفلیکس رو فردا و پس فردا مجددا به ترید هامون. یک آپشن خیلی خوب گرفتیم با تقریبا سود دو برابری. هر چقدر که توی بوئینگ داریم ضرر میدیم، توی نتفلیکس تونستیم جبران بکنیم. امیدواریم بوئینگ هم تا هفته آینده برگرده به مدار سعودی و حداقل قسمت دوم آپشنی که خریدیم رو بتونیم با سود بدیم. قسمت اول رو مطمئن نیستم، ولی خب حالا قسمت دوم رو شاید بتونیم با سود جمع بکنیم. مایکروسافت امروز 1.53 دلار مثبت شد. مایکروسافت نیو آل تایم های زد، 282.51 دلار. فعلا چارتش قویه، هرچند که این کندل دوجی نشون میده که مقدار مومنتومش از دست رفته. تسلا امروز ضعیف بود. تسلا امروز در ادامه حرکت دیروز مجددا یک بک تست داره میکنه این ترند لاین رو و رو مووینگ 20 یه ذره پایین تر اومد. فعلا با تسلا کاری نداریم چون باید اینجا خودش رو تثبیت کنه و این منطقه باید نشانه ای از برگشت بده. سمی کاندکتر 57 سنت امروز افت داشت، نامینال آل تایم های زد و برگشت پایین و این خودش نشون میده که فعلا مومنتوم لازم رو جهت صعود نداره، هرچند که پترنش فعلا پترن بدی نیست، اما اگر این ادامه دار باشه به سمت پایین اون وقت میتونه نگران کننده باشه. اما اینجا این ترند رو من میخوام بکشم، حالا با در نظر گرفتن اون لو قبلی شما نگاه بکنید. این ترند لاین به نظر من جایی هستش که حتی ممکنه سمی کاندکتور به اینجا هم اصلاح بکنه. یعنی حالا اینکه یه دونه فیک بریک اوت بوده که این کف خیلی خوب زده تو این قسمت، ولی ببینید یک بار به این قسمت، به این قسمت و به این قسمت واکنش نشون داده. پس برای همین SMH میتونه حتی کمی پایین تر هم بیاد تا وقتی که بالا این ترند باشه به نظر من اوکی هستش و سعودیه. ساکس فیلادلفیا سمی کاندکتر ایندکس هم همینجور 2 دلار امروز منفی شد، اتفاق خاصی نیفتاد. در درون سمی کاندکتر TSM سهمی که ما داریم امروز 49 سنت مجددا بالا رفت. TSM خیلی خوب حرکت خوشو نشون داده و به همون تارگت های ما فکر میکنم برسه تو این هفته. 127 دلار 3 دلار دیگه TSM میتونه بالاتر بره. انویدیا 16 دلار ارزش خوش از دست داد. انویدیا دیروز گفتم خدمتتون که این پتانسیل شورت داره و این اتفاق افتاد، یعنی یک ABC correction و اگر نتونه حالا تا فردا که فکر میکنم انویدیا سپلیت بیشه، حالا نمیدونم افتر مارکت هستش یا نه، ولی به 4 سهم تقسیم میشه، بعد ببینیم که اونجا چه اتفاق میفته. AMD 1.21 دلار افت داشت. AMD فعلا باهاش کاری نداریم. ما این سهم به تارگت سوم اونم برخورد کرد. من که خودم این سهم رو حالا فعلا نگرش میدارم چون اصلا روی قیمت ها به نظر من برای اینوست کردن خیلی هم ارزون هستش. AMD ASML امروز نیو آل تایم های زد، حرکت فوق العاده 10 دلار بالا رفت، گپ به بالا باز شد و فشار فروش هم نداشت، اوکی هست همه چیش. AMAT امروز فشار فروش داشت، 63 64 سنت پایین اومد و فعلا اوکی هست AMAT، یعنی در داخل این چاپی کنسولیدیشن در تایم هفتگی اگر نگاه کنین این سهم اوکی هستش. مایکرون سهمی که خیلی از هج فاند منیجرا من داشتم چک میکردم مایکرون رو خریدم، ولی امروز تنها 4 سنت مثبت بود. پترنش هم همچین پترن زیاد جالبی نیست، یعنی باید یه مقداری مایکرون بتونه نشون بده که میخواد سود داشته باشه. فعلا اتفاق خاصی در درون چارتش نیست. کوالکام امروز به این دقیقا این منطقهی که مشخص کردیم رسید، شادو زد و برگشت. نگاه کنید چاپی کنسولیدیشن فعلا شادو زد و برگشت، ولی من فکر میکنم کوالکام 150 دلار رو هم ببینه. حالا 145 رو دید ولی 150 دلار رو ببینه. اینتل همونجور که بارها عرض کردم در روزهای گذشته چارتش ضعیفه، امروز 35 سنت افت داشت. کیلک که ما منتظرش هستیم یه مقدار دیگه بیشتر اصلاح بکنه یا این منطقه کانسولیدیت بکنه اون وقت واردش بشیم، وارد آپشنش عرض میکنم که حالا سهمش رو که گرفتیم 309 دلار و 12 سنت بسته شد، 2 دلار 49 سنت افت داشت. فعلا اوکی هست شرطش. اما اما کلاود کامپیوتینگ سافتور ها، این کلود هستش، کلو یا همون ETF کلاود کامپیوتینگ ETF ها سافتور ها که امروز بد جوری هستن ریخت، یعنی 42 سنت اومد پایین و 1.47% اومد پایین زیر مووینگ 20 و فشار فروش تا دقایق آخر هم ادامه داشت. IGV هم همینطور 2.83 دلار پایین اومد، 392.66 و فعلا وضعیت کلاود کامپیوتینگ ها زیاد خوب نیست. کوپر سافتور 3.57 دلار پایین اومد،
شاپیفای که مارکت لیدر بوده ببینید چه جوری کندل زد، یعنی زیر 20 هم بسته شد زیر مووینگ 20 و به نظرم شاپیفای فعلا وضعیت سختی داره. اگر این فیل بکنه این قسمت رو میاد برای تست کردن این قسمت و نهایتا من فکر کنم اینجا شاپیفای یک ستاپ خوب به ما میده اگر تا اینجا اصلاح بکنه، نمیگم تا اینجا اصلاح بکنه 1300، ولی اگر تا اونجا اصلاح بکنه ستاپ خیلی خوبی هستش. تا الان 160 واحد اصلاح میشه. زوم میدیا رو شما نگاه بکنید چقدر قشنگ داره اصلاح خوش انجام میده. گفتم بالای وقتی این مووینگ 20 داره کانسالیدیت میکنه و زیر مووینگ بست، امروز کندل رو ببینید، هرچند کندلش اگزاست شده ممکنه اینجا ساپورت داشته باشیم، ولی در ادامه من فکرم زوم میدیا اگر بیاد مثلا روی همین محدوده مجددا میشه یک بای ازش گرفت. توایلیو اصلا نباید فعلا طرفش رفت و ببینید توایلیو چه اتفاقی براش افتاد. کانسالیدیشن رو به نظر من به پایین داره میشکنه و زیر مووینگ 20 بسته شده، برای همین اصلا این نشانه رشد نیست. لم ریسرچ 6.79 دلار پایین اومد. ترید دسک 2.87 دلار. ترید دسک هم مثل بقیه کندل یک نواخت به پایینی داشت و فعلا میگم کلاود کامپیوتینگ سافتورها امروز زیاد خوب نبودن. روکو امروز 14.12 دلار پایین اومد، روی مووینگ 20 بسته شد. ولی حالا نکته مثبتی که روکو داره این هستش که این لو رو هنوز نشکسته. اگر این لو رو به سمت پایین بشکنه زیر مووینگ 20، به نظر من این روکو میاد برای تای محدوده حتی 370 دلار. الان 413 دلاره. اوراکل مارکت لیدر امروز خیلی خوب بود. اوراکل رو عرض کردم دیروز خدمتتون که منتظر هستیم بیشتر کانسالیدیشن بکنه، ولی امروز کلا بالاتر رفت. نیو کلوزینگ آل تایم های زد. 88.28 دلار بسته شد. اما بریم سراغ طلا. طلا رو که همونجور که عرض کردم این کانسالیدیشن رو به خوبی به بالا شکست، مجددا این ترند نزولی که یک بار شکسته بود رو ببینید، این ترند نزولی هستش که با آبی مشخص کردم، یک بار شکسته بود رو که داخلش رفت و خیلی گفتن فیل شده و برمیگرده، مجددا پس گرفت. کندل هفتگی این طلا خیلی کندل خوبی داره میزنه، یعنی حالا یک ذره بذاریم آخره هفته بشه اون وقت کندل هفتگی رو هم نشون میدم. فعلا نمیشه قضاوت کرد چون هنوز دو روز دیگه تا آخر هفته باقی مونده، پنجشنبه و جمعه که فردا هست. اما طلا به صورت کلی من فعلا پتانسیل تا 1840 رو حداقل براش میبینم. در بهترین سناریو طلا میتونه تا 1858 این منطقه که نشون دادم رشد بکنه. اینجا به نظر من طلا باید ببینیم که چیکار میکنه. اگر بتونه بشکنه طلا میره برای یک هایر های، یعنی منطقه رو هم رد میکنه و 1950 رو میتونه ببینه. اون وقت اونجا من فکر میکنم میشه حدودا اواخر آگست میشه اگر اشتباه نکنم این تایمینگ من، و برای آگست سپتامبر، یعنی برای اواخر آگست سپتامبر باید ببینیم که اون وقت اونجا طلا چی کاره هستش و به نظر من یک سایکل های خیلی خیلی قوی رو تشکیل داده. نقره امروز حرکت خوبی داشت، هرچند که چارتش از چارت طلا اصلا قوی تر نیست و خیلی مونده که تا بخواد به قدرت و مومنتوم طلا برسه، اما امروز بد نبود، تونست کندل قبل رو اینگالف بکنه، مووینگ 20 رو پس بگیره و الان هم فعلا سعودی داره معامله میشه. معادن طلا اون چیزی که من بهشون نگاه میکنم خیلی قشنگ یک دبلیو پترن زده و این دبلیو پترن الان اینجا داره سقف رو میشکنه. این سقف رو بشکنه معادن طلا میره برای 36، میره برای این گپ، یعنی بذارید نقاط رو یه مقدار درست‌تر نشون بدم، این مال قبل، اینا رو اجازه بدیم پاک بکنم من تا بعد نشون بدم که دقیق منظور من چی هست. اولین به نظر من منطقه مقاومتی میتونه برای معادن طلا این منطقه باشه و بعدش این منطقه، یعنی روی این گپ اینجا، دقیقاً اینجا روی 35.68 دلار به نظر من جایی هستش که معادن طلا یک سکسکی رو میتونن داشته باشن و 36.70 دلار به نظر من جایی هستش که معادن طلا اونجا اگر وارد گپ بشن تا اینجا میتونن پیش برن. اینجا یک مقاومت خیلی سنگینی دارن، اگر دوباره اینجا کانسالیدیت کنن اون وقته که میتونن برن خیلی خیلی بالاتر، ولی فعلا منطقه اول 35 دلار هستش. همینجور برای جی دی ایکس جی جونیورها، که جونیورها رو اگر بخوام بهتون نشون بدم یه دونه روی این گپ هستش، اینجا بهش میگن گپ
فیل و اینجا میگن گپ ویندو که 49 دلار و 57 سنت. فعلا جی دی ایکس شی مثل قدرت جی دی ایکس نیست، نتونسته مووینگ 20 رو ریکپچر بکنه، ولی فکر میکنم در فردا و پس فردا اگر حرکتشون تداوم باشه این اتفاق بیفته. سیلور اس ال وی خیلی حرکت خوبی زد، مثل نقره رشد داشت و فعلا چیز زیادی بهش اضافه نمیکنیم. اما فاینانشال ها امروز خیلی روز جالبی داشته، از این لحاظ که XLF که اسپایدر فاینانشال هستش امروز منفی شد با 17 سنت تنها افت. KBE لارج کپ ETF بانک ETF امروز 18 سنت افت داشت و تقریبا فلت رو به پایین بود. KRE ریجنال بانک 32 سنت. گلدمن ساکس امروز 1 دلار 58 سنت منفی بود و جی پی مورگان 53 سنت منفی شد. اما اینجا رو نگاه کنید، ویلز فارگو با یک کندل فوق‌العاده حدود 4% مثبت بود، 1 دلار 72 سنت. و حالا من نمیدونم دقیقا خبر چی بود توی ویلز فارگو، ولی یک اتفاق خیلی عجیب توی نمیدونم امروز ارنینگ داشت یا خیر. بله امروز 14 جولای ارنینگ داشته، 41.5%، یعنی سورپرایزی که داشته این بوده که 0.4 مثبت شده، یعنی بیشتر بیت کرده. برای همین پس ویلز فارگو پس خبرش این بوده که 14 جولای بله ارنینگش بوده و 41.5 بیشتر از استیمیشن. ببینید این الان استیمیتی بوده که 98 سنت بوده به ازای 8 سهم، ولی 1 دلار 38 سنت داده. برای همین کندل فوق العاده خوب رو زده امروز ویلز فارگو. و بانک آف امریکا هم همینجور، مثلا بانک آف امریکا رو نگاه بکنیم، ارنینگ بانک آف امریکا همینجور امروز بوده در حالی که 33% بهتر از استیمیشن بوده، ولی امروز روز منفی رو داشته. یا مثلا جی پی مورگان رو بذارید نگاه بکنیم، جی پی مورگان که دیروز بود اگر اشتباه نکنم ارنینگش، و جی پی مورگان هم 18% بهتر بود، ولی نتونست اون سورپرایز لازمه رو داشته باشه. برای همین میخوام بهتون بگم که خیلی مواقع هستش که بازار اصلا زیاد بر اساس اون موارد کار نمیکنه. مثلا مورگان استنلی استیمیتش هنوز اعلام نکرده، چون فردا هستش، استیمیتش 1.66 دلار. مورگان استنلی پترن خیلی خوبی داره و این میتونه خیلی خیلی خوب رشد بکنه. دویچه بانک ارنینگش آینده هستش، جلوتر هستش، 33 سنت به ازای هر سهم. به نظر من دویچه بانک میتونه یک حرکت فوق العاده خوب رو داشته باشه. ما رو خریدیم امروز، من کال آپشن دویچه بانک رو هم حقیقتا گرفتم. رویال بانک امروز 74 سنت مثبت بود، حرکت خوبی داشت رویال بانک. و در داخل بانک‌های کانادایی تیدی همچنان ضعیف هستش، 5 سنت منفی شد. بی ام او هم 35 سنت منفی شد و رویال بانک توی بانک‌های کانادایی از همه بهتر عمل کرد. امروز سهام ویزا فوق‌العاده بود، 3 دلار و 64 سنت افزایش داشت. ارنینگ ویزا 21 جولای هستش و همین رو باید چک بکنید حتما اگر میخواید داشته باشید. مسترکارت هم امروز 7 دلار افزایش پیدا کرد، 1.85%. امریکن اکسپرس پازده بود، تنها 10 سنت افت داشت و چیز خاصی فعلا نمیشه بهش اضافه کرد. اما بریم سراغ ترانسپورت. داو جونز ترانسپورت امروز ETF داو جونز خیلی بهتر بود اول صبح، ولی پایین اومد، 14 دلار نهایتا به بالا بسته شد، حدود 0.1%. IYT همینجور 28 سنت. خب میکس بودن دیگه، حالا میریم میکس میبینیم چه خبر شده. UPS امروز سهامای دلیوری خوب بودن، 26 سنت مثبت بود. فدکس امروز منفی بود، 3 دلار و 22 سنت. سهامای ریلی منفی بودن، مثلا کانزاس سیتی ساوترن 1 دلار و 24 سنت منفی شد. نورث فورک ساوترن امروز 48 سنت مثبت بود و CSX تقریبا پاز بود، 6 سنت تنها ارزش خوش از دست داد. یونیون پاسیفیک 87 سنت رشد کرد و فعلا من با این سهام‌ها کاری ندارم. اما ایرلاین ها امروز جت زیاد همچین خوب عمل نکرد، 6 سنت منفی شد. اتفاق خاصی توی جتس نیفتاده، فعلا اینا بعد جوری اوور سولد شدن. UAL United Airlines 34 سنت منفی شد و دلتا 65 سنت اومد پایین، همچنان فشار فروش توی اینها هستش. جت بلو امروز 23 سنت دیگه افت کرد و
اول صبح خیلی خوب بود، یعنی من فکر میکردم که خب با یه گپ به بالا باز شد، مثبت شد و من گفتم که خب جت بلو داره حرکت شروع میکنه و به نظر من شروع خواهند کرد اینها، اصلا جای فعلا نگرانی ندارن. همونجور که LUV میبینی 41 سنت مثبت شد، LUV به نظر میرسه که داره پیشرو میشه، چاپی کانسالیدیشن، یه پاپ به پایین کرد توی دیمندریا، برگشت بالا و حالا شروع کرده کانسالید. اگر این کانسالیدیت رو اینجا ادامه بده به نظر من LUV میتونه لیدر باشه برای این صنعت. آلاسکا 7 سنت منفی شد و امریکن ایرلاین 60 سنت مثبت شد، حدود 3% حرکت خیلی خیلی خوبی داشت امریکن ایرلاین و اوایل صبح خیلی بهتر بود، تا 21 دلار هم رفت، حتی 21.57 که در نهایت 20.62 بسته شد. امریکن فعلا اوکی بوده ولی این شادو فعلا نشون میده که مقاومت زیاد داره، اما حرکتش خوب بوده بعد از این رشد شارپی، ریزش شارپی که کرد. ایر کانادا در داخل ایرانهای کانادایی 12 سنت امروز گین داشت. فعلا ایر کانادا داره اینجا کانسالیدیت میکنه، من زیاد خوشم نمیاد، توی محدوده من ایر کانادا رو خریدار هستم، اگر برسه به اون محدوده به نظر من منطقه جذابیه. امروز شاخص ویکس با اینکه اغلب سهام ها هم منفی بودن، شاخص ویکس هم منفی شد، این نشون میده که فعلا هنوز سیاست های کلی، چون امروز فدرال رزرو رئیسش پاول تستیمونی داشت در کنگره و فعلا اتفاق خاصی قرار نیستش که توی سیاست های کلی بیفته، همچنان گفتن که فعلا ما تیپرینگ رو انجام نمیدیم و به تزریق پول از طریق بانک ها اقدام میکنیم و حجم خرید دارایی ها رو کم نمی کنیم، اما اگر بخوایم سورپرایزی داشته باشیم سورپرایز نداریم و قبلش اعلام میکنیم. حالا قبلش اعلام بکنن همون میشه سورپرایزی، حالا چه فرقی میکنه مثلا بگن که ما 3 ماه دیگه میخوایم کم بکنیم، چون مارکت همیشه فوروارد لوکینگ داره و همیشه به آینده نگاه میکنه. VXX ETF VIX امروز 68 سنت افت داشت و حدود 2.3% هم افت کرد. اما نفت، ما پوزیشن SCO رو نگه داشتیم، هم کال آپشنش رو داریم هم خودش رو، و تونست یک مقدار SCO برگرده بالای 18 دلار، فعلا اوکی هست. نفت امروز ریخت و همونجور که انتظار میرفت، من بارها خدمتتون عرض کردم نفت توی تایم ماهانه و تایم بلند مدت توی منطقه سپلایریا هستش و اون منطقه منطقه خیلی مهمیه برای نفت و سایکل تاپ داشتم من روی نفت، یعنی مهمتر از تمام اینا من سایکل تاپ داشتم و خیلی برام مهم بود. برای همین چون این سایکل ماهانه است، یه مقداری استاپ منو زد و متاسفانه دیروز استاپ آوت شدم، اما تحلیل نفت به صورت کلی درست بود و روی SCO ما درست عمل کردیم و منتظرم که نفت واقعا بیاد روی زیر 70 دلار. اگر اونجا رو بشکنه، یعنی 69 دلار رو، الان هم فشار فروشش زیاده، یه چیز نزدیک 1% ریخته نفت، و اگر فشار فروش همینجوری ادامه پیدا کنه به نظر من تا 66 دلاری که نشون دادم اولین ساپورتی هستش که میتونیم داشته باشه. اگر خاطرتون باشه دیروز من عرض کردم که یه پاپ زده و اینجا داره کانسالیدیت میکنه، باید ببینیم چی میشه، چون سخته، این هدن شولدر هست و این سخته که امروز ریخت تمام سهامای و ETF های انرژی ریختن. XLE اسپایدر انرژی ببینید امروز همر شد، 3% ریخت. XOP 5% هدن شولدر تریگر شده. OIH 7% مزد میخوام 7.62 دلار 3.63% اینم هدن شولدرش تریگر شده. اینا همه پتانسیلی میدونن که خیلی پایین تر بیان. هلی فرانتیر امروز 1.15 دلار ریخت. بیکر هیوز 70 سنت کندلا رو ببینید یکی یکی همینجوری، اینا ممکنه که یه شورت ترم باونس داشته باشن. اکسون اگر این لو رو بشکنه به نظر من خیلی حساس هستش برای حدود 50 تا 54 دلار. اکسون موبایل الان 59 دلار. شفرون همگی 2 دلار امروز شفرون ریخت. آکسی امروز 8% 7.5% ریخت و این هدن شولدر رو داره تریگر میکنه آکسی و خیلی به نظر من ضعیف هستش. این میتونه بیاد برای 26 دلار 12 سنت یا در نهایت 26 دلار 49 سنت میتونه اولین ساپورت رو داشته باشه. هالیبرتون امروز 2.9% ریخت و 64 سنت. میگم سهامای انرژی رو من اصلا گفتم سراغش نرین. والر رو ببینید وقتی هدن شولدر تریگر بشه چه اتفاقی میفته برای سهم، ولی ممکنه یکی دو روز هم باونس بکنه ولی در نهایت میاد توی اون قسمت. من فکر میکنم والر رو بیاد برای این گپ که میشه 64 دلار، یعنی هنوز این حتی این کف رو هم نمیتونه بشکنه و اگر اینو نتونه حفظ بکنه میاد روی اینجا، یعنی میاد روی 59 دلار. فعلا
بذارید اصلا اینو نشون بدیم که توی روزهای آینده شاید اینجا والرو جایی باشه که به نظر من اولین جایی هستش که میتونه مقاومت بکنه، اگر نه دیگه والرو میاد برای این محدوده. یعنی اینها همه لولای هستن، من خودم روی 60 دلار و 10 سنت به نظر من اینجا جایی هستش که والرو رو میشه خرید کرد. فیلیپ 66 هم همینجور، هنوز فعلا پترنش بهتر از والروه، اما والرو تا این کف اومده، الان این نیومده فیلیپ 66 تا 74 دلار، ولی من خودم فیلیپ 66 رو روی این کندل روی اینجا و این منطقه به نظر من منطقه بای هست، 65 تا 71 باید ببینیم اینجا ریورسال بزنه اون وقت میشه گرفتش فیلیپ 66 رو. خب میخواستم راجع به سهام کلارکس توضیح بدم به خاطر اینکه من واقعا فکر میکنم یکی از بهترین سهام هایی هستش که توی پوزیشن ها اون هست و اعلام کردم. حالا اجازه بدین کلارکس رو بهتر توضیح بدم. این سهم الان ببینید، من بذارید زوم بک بکنم یه ذره که کاملا مشخص بشه چه اتفاق. این کانسومر استیپل هستش و یک اصلاح خیلی شدید از پارسال صورت گرفته و الان به نظر من تو کف خیلی خوبی هست. مثلا قیمت قبل از کوویدش کلارکس اینجا بود 207 دلار و الان سهم به شدت اندرولیوه، به شدت اندرولیوه به لحاظ فاندامنتال و این سهم ارزش این رو داره که تا 220 دلار تو این محدوده میتونه بالا بره. این سهم الان 180 دلار، یعنی 40 دلار میتونه حداقل رشد داشته باشه و من این سهم رو امروز فکر میکنم کالاپشنش رو خریدم یا دیروز اگر اشتباه نکنم، چون پوزیشن انقدر زیاده. ارنینگش برای 15 جولای میاد، ارنینگ دی 15 جولای، بله میشه فردا و بعد ببینیم که ارنینگش به چه صورته. اگر ارنینگ خوبی باشه میتونه این سهم خیلی رشد خیلی خوبی داشته باشه. برای همین پول اومده توی این سهام ها، مثلا نگاه کنید کوکاکولا رو، سهام هایی که دیفنسیو هستن، کندل کوکاکولا رو امروز ببینید به راحتی تارگت ما رو زد، ما اینجا خریده بودیم کوکاکولا رو و خیلی خوب حرکت کرد. خیلی به من گفتن ریسک به ریوارد تریدت نمیارزه، من بارها هم گفتم من به احتمال برنده شدن ترید نگاه میکنم نه ریسک به ریوارد، برای همین این میتونه شانس رو حتی بالا هم ببره. بسیار خوب، امیدوارم خوب و خوش باشین. این فایل امروز بود، تا فردا میبینمتون. خداحافظ.